اردن هاشمی اصلا چه است؟ اردن هاشمی باید در نظر داشته باشیم یک کشور تصنعی مثل عراق هست، مثل سوریه هست، مثل لبنان هست، و اینی که آمدن ملیگرایی اعراب رو در مقابل در تقابل با ملیگرایی یهود قرار دادن و از این طریق موفق شدن بیان و دولت عثمانی رو، امپراتوری عثمانی رو واژگون کنن. از اون یکایی که تجزیه طلبی و بالکانیزه رو ایجاد کردن که از اون طریق آمدن لبنان و سوریه رو فرانسه به منداتش رو به عهده گرفت از نظر دیپلماسی و از نظر امنیت ملی. از طرف دیگه اسرائیل امروز رو که فلسطین نامیده میشد از دوران آدریانوس 2000 سال پیش، بریتانیای اشغالگر آمد و کلونیالیست آمد به عهده گرفت، همینطور عراق و همینطور به هر حال اردن هاشمی. حالا اردن هاشمی بحث خیلی جالبی هستش که برای اولین بار ممکنه مطرح بشه و این هستش که 78% اردن هاشمی جمعیتش فلسطینی هستند. یعنی ما با 3 دولت الان روی کار هستیم، 4 دولت هست. یکی دولت غزه هست که اسلامگرای افراطی هست، جهاد اسلامی، و حماس که 2005-2007 با رفراندوم روی کار آمد، همینطور که مرسی روی کار آمد، و آنان به هر حال دارند یک دولت مستقلی هست برای خودش، دارای 1.5 میلیون تا 2 میلیون نفر زیر سلطه اسلامگرای خودش هستند، به هر گونه که داره میخواد داره اداره میکنه. و همینطور که شارون در 2005 آمد و نوار غزه رو تخلیه کرد، 22 شهرک رو به هر حال منهدم کرد که بتونه رو در اختیار فلسطینیان قرار بده، دیدیم که از اون موشک پرانی شد. و اینی که در حال حاضر وضعیتی که در غزه است فقط و فقط به خاطر جمهوری اسلامی و پشتیبانی تروریسم او از جهاد اسلامی و حماس است. وضعیت بیکاری، وضعیت نابسامان اقتصادی که آنان که دارن، اگر یهودیان و اسرائیلی ها موفق شدن در 22 شهرکی که در نوار غزه ایجاد کرده بودن در اون بیان محصولاتی رو بتونن از نظر گوجه فرنگی شری گرفته تا محصولات کاهو گرفته و سبزیجات بدون باک و کرم بتونن ایجاد بکنن و میلیون ها میلیون دلار اون رو محصولات خودشون رو بیان به کشورهای دیگه صادر بکنن، و در این بین فلسطینیان غزه می اومدن و با اسرائیلیا کار می کردن. اوکی؟ بعد دولت خودگردان دوم در جودا و سامریا هست و جودا و سامریا زیر سلطه در حال محمود عباس هست که یک انکارگر هولوکاست هست، و همینطور دوره ای رو با سید علی خامنه ای در کاگبه گذروندن با یکدیگر در 1964 تا 1968 که کتاب اون رفیق آیت الله نیز به چاپ رسید که دقیقا نشون میده تا چند اندازه ما ندیده بودیم آخوندی دارای پیپ باشه و پیپ بکشه، و اینی که به صورت استالینیستی که امروزه او را دیکتاتور میخوانند به عنوان یک فاشیسم مذهبی که حتی آب و نان و کار و غیره رو میاد و از ایرانیان و از برادران خوزستانی ما دریغ میداره، میگه که تا چه اندازه بر این هستش که به طرف امت اسلامی عمل بکنه نه به طرف ملیگرایی ایرانی. پس ما 2 دولتی که آمدیم و بیان کردیم، دولت خودگردان فلسطینی در غزه، دولت خودگردان دوم فلسطینی در خود جودا و سامری هست. دولت سومی که اردن هاشمی به عنوان یک کشور تصنعی روی کار آمده، دولتی هستش که در حال حاضر زیر لب از دوران عبدالله از طریق عبدالله پدر بزرگ که پدر ملک حسین بود که با ضرب گلوله یک فلسطینی کشته شد، و آنچه که با یکدیگر آنان داشتن فلسطینیان و اردنی ها که بدوی ها هستن که در حال حاضر
قدرت رو در دست دارن، فلسطینیان سعی بر این داشتن که از طریق اردوگاه های خودشون و غیره بیان و تمردی انجام بدن و کودتایی رو در سپتامبر سیاه که خوانده شد در 1970 در قبال اردن هاشمی انجام بدن، ملک حسین رو با یک کودتا به زمین بزنن. ولی دیدیم که ملک حسین با 10,000 نفر، 30,000 نفر زن و بچه و کودک فلسطینی رو به خاک و خون کشید، و همه رو قتل عام کرد. و اینی که فجایع رو ممکنه اعراب خیلی بیشتر به یکدیگر لطمه زده باشن، تا 20 میلیون مسلمانان سنی و شیعه از همدیگر کشتن تا اینکه یهودی ستیزی در بین آنان باشه و از یهودیان کشته باشند. یعنی که اگر ما هندوستان رو در نظر بگیریم که در هندوستان ممکنه صدها خدای داشته باشن برای خودشون، ولی با یکتا پرستی که به هر حال در کشورهای 56 کشور اسلامی، 22 کشور عربی ما داریم، میبینیم که با به جای اینکه ندای باورمندی الله اکبر شنیده بشه، نام مبارک او را با تروریسم همتا میدانند. اسلامگران افراطی با نام او پیکارجویان میجنگن، خودشون رو میان منفجر میکنن، استشهاد میکنن، انتحار میکنن خودشون رو که بتونن به 72 حوری بهشتی با بستن آلت تناسلی خودشون با بانداج که بتونن به عالم ما برای هستی بتونن برسن. یعنی این درست فاشیسم مذهبی خوانده میشه، این درست همانا اسلامگرایی افراطی خوانده میشه. و دولتی که در حال حاضر دولت ائتلافی که در حال حاضر دولت چهارمی که اسلامگرایان اخوان المسلمین جنوبی و شمالی اسرائیل هستند، آنان افرادی هستند که در حال حاضر قدرت رو در دست گرفتن در اسرائیل با گرفتن حق و سکوت 53-54 میلیارد شکلی که حدود 16 میلیارد دلار میشه. آنان هستند که تصمیم میگیرن که آیا اسرائیل بیاد به نوار غزه و به حماس بیاد و حمله هوایی بکنه یا که نه. و بحث دیگری رو این مطرح میکنه تا چند اندازه اسرائیلی ها